چرا به نظر تو نوجوان ها انقدر شاکیان از اینکه بهشون احترام گذاشته نمیشه؟ ببین، مغز یک نوجوان در نوجوانی هنوز قسمت جلوییش که کورتکس جلویی بهش میگن، این هنوز شکل نگرفته و تمام تصمیماتی که یک نوجوان میگیره با قسمت عقبی ذهنه، یعنی تمام ریلایی که میکنه به قسمت عقبی پشتشه. حالا قسمت عقبی ذهن ما برای چیه؟ مسئول چیزایی مثل ایموشن، احساسات ما. سلام، خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست ترشحات ذهنی من و دوستم. این قسمت و قسمت بعدی در مورد یک موضوعیه که خیلی من خودم هم بهش علاقه مندم و تقاضاشم زیاد بوده و مربوط به یک جامعه، یک بخشی از جامعه ماست که شاید خیلی وقتا متاسفانه بهشون کم توجهی میشه، برای اینکه نه بچه حساب میشن نه بزرگ سال حساب میشن و اون دست نوجوان هست. و امیدوارم که بعد از شنیدن این قسمت ها بتونم نظرات شما رو بخونم، بدونم و بتونیم بیشتر حتی راجع به این موضوع صحبت کنیم. در ضمن طبق معمول این قسمت و قسمت بعدی رو هم میتونید به صورت تصویری روی کانال یوتیوب ببینید و همراه ما باشید. بزن جینگلو. منظور تراوشات نیست؟ نه 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 ترشحات، ترشحات، ترشحات ذهنی منو دوستم. سلام. سلام، چطوری دره خانوم؟ خب دره عزیزم، من ترجیح میدم که به شنونده ها و بیننده هامون خودت رو معرفی بکنی و اینکه اینطوری کنترل دست خودته. خودت با زبون خود خوش بیا همه چی رو بگو. آره، شما کی هستی؟ کی هستی؟ نه شوخی میکنم. آره، معرفی بکن. خب من در ایران زبان ادبیات فارسی خوندم، 22 سالم بود اومدم انگلیس و بعد اینجا یه مدت کارهای مختلف میکردم، از جمله کار با بچه های بین 14 سال تا 18 سال تو بیمارستان اعصاب و روان. بعد تصمیم گرفتم که کار رسانه بکنم، یه مدت توی رادیوی انگلیسی برنامه داشتم راجب دانشجوهای خارجی. بعد هیچی دیگه، بعد از اونجا علاقه من شدم به رسانه، بعد رفتم دانشگاه لیورپول، اونجا رشته رسانه خوندم، برودکاستینگ میدیا پروداکشن. بعد یه چند سالی دوباره همجوری کارهای متفرقه کردم، مستند ساختم، کارهای همینجوری توی ادیت و پست پروداکشن هاوس و اینا کار میکردم، تا اینکه نمیدونم چی زد پس کله من، گفت بیا برو معلم بشو. البته پدرم خیلی تشویقم کرد. بعد به دلیل اینکه کاری که توی رسانه است خیلی کار ثباتداری نیستش دیگه، میدونی؟ آره. مثلا که یکم سن بالاتر چیز شده باشی، بنابراین آیدیام این بودش که وارد این کار بشم و در کنارش همون کار من، خب ادیته چیزم، تخصص خودم بود که اونو در کنارش ادامه بدم، ولی خب دیگه معلمی یه کاری که واقعا تمام زندگی تو در بر میگیره. آره. بعد دیگه جونم براتون بگه که من الان حدود 7-8 ساله که معلمم و تجربه معلمم خیلی یک مقدار متفاوته، به دلیل اینکه من با بچه هایی کار کردم که توی، فکر کنم که توی ایران بهش میگن دارالتدیب، زندان بچه ها میشه دیگه، در موقع میشه کانون اصلاح و تربیت، کانون اصلاح و تربیت بهش میگن. آره، یه همچین چیزی حالا توی انگلیس فکر کن، و توی یکی از خشنترین زندانهای انگلیس هم هست که کار میکردم، یعنی دیگه مثلا فکر کن دیگه بدترینشون رو دیگه میوردن اونجا، و اون کار
اون کار و کار با بچه‌ها توی بیمارستان اعصاب و روان کلن زندگی من رو تغییر داد، یعنی زندگی شخصیم رو هم تغییر داد، حالا غیر از این که سر کار قبلیم با همسرم آشنا شدم، ولی کلن مهارت‌هایی یاد گرفتم که واقعا فکر نمی‌کنم توی هیچ شغل دیگه اینقدر یاد گرفته باشم. بعد دیگه بعد از اونجا، یعنی توی زندان هم همین رسانه، من میدیا پروداکشن درس میدم، مثلا ساخت تولید برنامه، محتوای رسانه، حالا تو از مثلا مجله و اینا بگیر تا تلویزیون و فیلم و این چیزا. بعد دیگه بعد از این مدت دیگه دیدم نه دیگه، حالا مثلا من دیگه مهارت بهش میگن interpersonal skills، چیزایی مثل communication، مثلا class management که خیلی مهمه توی معلم بودن، که مثلا مهارت های رابطه ایجاد داشتن، ارتباطات، آره، ارتباطات. و اینکه کنترل کردن بچه‌ها توی کلاس یکی از مهمترین چیزهاست، یعنی من اونجا یاد گرفتم که حالا اصلا مهم نیست تو چقدر حالیت باشه از لحاظ دانشی و بارت باشه، این که تو نتونی ارتباط برقرار بکنی اصلا تموم شد رفت، یعنی دیگه اصلا خدافظی بکن. و چقدر معلم هایی بودن که با من شروع کردن، حالا چه همسن من، چه مثلا بزرگتر کوچیکتر، و رفتن، یعنی انگلیسی هم بودن ولی رفتن، یعنی اصلا نمیتونستن حتی تحمل کنن. تو اگر بتونی درست ارتباط برقرار کنی نصف بیشتر مسیر رو میری. آره، یکی از مشکلای همه ما آدما سر همین ناتوان بودن تو برقراری ارتباط، از بین زوجای مثلا زوجها بگیر تا بین والدین و بچه ها تا بین همکار، اصلا همه دقیقاً. خب مرسی، خیلی معرفت خوبی بود و کامل بود. و بذار اینش هم بگم که از اونجا رفتم کجا، از اونجا هم رفتم دیگه وارد کالج، قبل از زندان توی کالج درس میدادم، رفتم زندان، دوباره اومدم بیرون از زندان، و الان در حال حاضر من توی کالج لیدز همین تولید محتوا برای میدیا پروداکشن تدریس میکنم، که حالا باز همون جورنالیزم، یه مقدارش تی وی ان فیلمه، و یک رشته ای رو خودم کورس لیدرش هستم که مربوط به کسایی که 19 سال به بالا هستن و حالا مثلا تحصیلات کالجشون رو تمام نکردن اون موقع که باید تمام کردن و حالا میخوام برن دانشگاه، و من کارم اینه که این بچه ها رو به مدت یک سال آمادهشون کنم برای دانشگاه. آره، خیلی. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. ببین دور من با خانم دکتر مهراد صحبت کردم و الان یه قسمت شنونده های ما حرفای ایشون شنیدن و بیشتر ما راجع به در واقع اهمیت رابطه والدین با نوجوانا صحبت کردیم و حالا الان هم دوباره صحبت خواهیم کرد، منتها از یک جهت دیگه میخواییم به قضیه بپردازیم. آره، از یک دید دیگه میخواییم بهش بپردازیم. نتیجه گیری که ما تو گفتگومون با خانم دکتر داشتیم این بود که سن دوران نوجوانی دورانیه که فقط درش باید فرد اکسپلور کنه، یعنی فقط تجربه به دست بیاره یا یاد بگیره و تجربه به دست بیاره، بدون تصمیم گرفتن خاصی، بدون انجام هر مثلا کار خیلی که آینده ساز اساسی، آره، آینده ساز آیندهش خیلی بخواد باشه نکنه، در واقع فقط هی اطلاعات جمع آوری کنه. حالا ما میخوایم با هم راجع به چی صحبت بکنیم؟ اینکه چرا به نظر تو نوجوان‌ها انقدر شاکیان از اینکه بهشون احترام گذاشته نمیشه؟ چرا انقدر زود بهشون بر میخوره؟ بعد خیلی هم ناراحتن که به ما احترام گذاشته نمیشه، ما آدم حساب نمیشیم، نمیدونم با همون مثل بچه ها صحبت میشه و همه اینا. نظر تو راجع به این موضوع اول بگو که چطور میشه اینو هم از دید یک نوجوان، هم از دید یک کسی که نوجوان نیست، حالا چه والد اونه چه مثلا معلمه مثل تو،
باهاشون برخورد کنن، چون شنونده های ما رنج خیلی متنوعی هستن. ببین من اون موقع که تازه شروع کرده بودم مثلا معلمی رو، خب اینجا دوره معلمی یک دوره یک سال است که تو باید بری دانشگاه و مثل حالت فوق لیسانس میمونه. ببین چیز اولی که من یاد گرفتم، مخصوصا که موقعی که توی زندان کار میکردم، چون این خیلی خیلی مهمه، میخوام که مخاطبینت به این توجه داشته باشن. ببین مغز یک نوجوان در نوجوانی هنوز قسمت جلوییش که کورتکس جلویی بهش میگن، این هنوز شکل نگرفته و تمام تصمیماتی که یک نوجوان میگیره با قسمت عقبی ذهنه، یعنی تمام ریلای که میکنه به قسمت عقبی پشتشه. حالا قسمت عقبی ذهن ما برای چیه؟ مسئول چیزایی مثل ایموشن، احساسات ما، اگریشن وقتی که عصبانی میشین، و اینستینکتیو بیهیویر یعنی چی؟ یعنی که در لحظه، در لحظه، آره غریزی، و در لحظه که تو در لحظه مثلا من به تو یه چیزی میگم، مثلا میزنی یهو تو گوش من به خاطر اینکه بهش فکر نمیکنی. پس برای این خیلی مهمه که وقتی شما یک با جوونی در هر به قول تو قشری، حالا چه معلمی چه مادری هر چیزی در تماسی، پس اینو بدونی که تو وقتی باش حرف میزنی این آدم فکر کن یه قسمت از مغزشو فکر کن نداره یا داره رشد میکنه، پس بنابراین تو نمیتونی اگه نشستی باش مثلا دوره 39 ساله حرف میزنی همون توقع رو از یه بچه که حالا نه نوجوان 17 ساله یا 16 ساله داشت. پس اینو باید بفهمیم. پس بنابراین پس همینه که تو گفتی که تصمیم گیری ها نمیتونن بکنن، به دلیل همینه، نباید به خاطر اینکه اون قسمت از مغز هنوز روش پیدا نکرده که بتونن یه سری تصمیم گیری خب بکنن. آخه بعد مثلا میدونی چیه موضوعی که اینجا پیش میاد؟ اینه که حالا ما خیلی ها رو میبینیم و میدونیم، دیدیم که میدونن نوجوان مغزش به این صورت کار میکنه، احساسی تصمیم میگیره و به خودشون اجازه میدن که همین رو پرت کنن تو صورت طرف. خب نه، ببین دو تا چیز مختلفه. خب ببین هیچ ربطی نداره به اینکه حالا مثلا طرف داره یک قسمت جلویی مغزش داره روش میکنه. بله من نمیگم که هر کاری که میکنه درسته، هر چیزی که میگه درسته، این در این تأثیر میذاره که نوع دوباره ارتباط ما به اون آدم باید فرق بکنه. خب اول اینکه از احترام شروع بکنیم که گفتی. ببین بچه یه من چون همسرم یک دختره الان 8 سالشه داره، الان دیدی که اول شام که شروع کردیم بهت گفتم یه جلسه ای داشتیم که ببینیم هفته چطوری بود. ببین الان روی دستش یه که قرمز شده بود، باباش بهش گفت بذار دستتو ببینم، گفت نه نم به دست من دست نزن، گفت قرمز شده، گفت بله این ریاکشن بدنمه به چیزی که خوردم، خودش خوب میشه. ببین یعنی یک بچه 8 ساله اجازه نمیده که تو حتی مثلا دستشو نگاه کنی. بعد اون وقت ما توقع داریم که یک نوجوان 17 ساله مثلا با بی احترامی باهاش صحبت کنیم و یا اجازه داشتیم مثلا فکر کنم بریم تو اتاقش یا مثلا نمیدونم دست به وسایلش بزنیم، توی وسایل شخصیشو ببینیم. ببین ما وقتی که من نمیدونم از چه سنی، ولی از اون سنی که یادم میاد، پدر من وقتی میخواست بیاد تو اتاق ما در میزد میمد تو. خب این چه چیزی رو به من نوجوان یا به من بچه یاد میده؟ ببین احترام یه چیز دو طرف است دیگه. خب تو نمیتونی بگی به بچه بگی که به من احترام بذار، نمیدونم 4 تا فوشم بهش بدی و بعدم بگی که نه تو اصلا نمیدونم هیچی نمیفهمی یا احترام بلد نیست. وقتی تو به اون احترام بذاری، اون به تو احترام میذاره. و بعد این گفتم این دو تا چیزه. ببین حالا دلیل نمیشه که چون ذهنشون شکل نگرفته وقت شخصیتشون هم تو باید وقت شخصیتشون رو بزنی داغون بکنی، دو چیز مختلفه، به خاطر اینکه شخصیتشون هم داره شکل میگیره. آره. و چیزی که خیلی مهمه اون احترام است، اینه که طرف داره خودشو پیدا میکنه که اصلا ببینه چیه، کی اصلا، what is he or what is she all about، اصلا چیه علایقش، چیه اصلا کلن دنیاش چیه. بعد تو اینو میزنی اصلا داغونش میکنی، چه کنی سلام یادت نیست مثلا، شطور بلد نیستی سلام کنی،
خب این آدم میگه بابا مثلا من پس من شطورم دیگه، پس بذار شطوروار رفتار پس کنم، پس بذار شطور باشم. آره خندم میگیره این شطور، کلمه که به الکس هم یاد دادن، راه میره میگه شطور. این ببین خب این در یعنی در آستانه ای که اون آدم داره میاد خودشو پیدا بکنه، ما میذاریم داغونش میکنیم میریزیمش. خب ولی من فکر میکنم این مسئله احترام فقط به جوون ها نیست، چیزی که تو فرهنگ ما خیلی باید روش کار بشه. میدونی دلیلی نمیشه چون بچت تو مثلا باش بی احترامی بکنی. این که ما بفهمیم هر کسی چه بچته چه بچت نیست شخصیت جداگانه داره و تو باید به این آدم احترام بذاری. دلیلی نمیشه چون از شکم تو به عنوان یک مادر اومده بیرون، یا تو یه پدر، یا چون بزرگتری ازش، یا چون ازش بزرگتری حق داری که باشه اینطوری صحبت کنی. اصلا این یه همچین چیزی نیستش. تو اگر میخوای که انسان سالمی به اجتماع تحویل بدی و اگر میخوای اون احترام از بچت بگیری، باید قبول بکنی که این آدم یک شخصیت جداگانه داره و باید قبول کنی بهش احترام بذاری. و این دلیل نمیشه که کارهایی که مثلا جوانا میکنن همش درسته. نه، حالا یه نوجوان میاد میگه به من بی احترامی شده و حالا تازه ببین چقدر مثلا به خودش فشار آورده و خیلی سخته که تو تو اون سن با همه اون همه حجم احساساتی که داره روی منطقه سنگینی میکنه بری بالاخره به یکی بگی یا سعی کنی مشکلاتو حل کنی. بیشتری ها نمی کنن، تو خودشون میریزن و بعد تو قالب اختلالات رفتاری خودشو بروز میده. ولی خب خیلی ها هستن از بچه ها که از نوجوان ها که بالاخره یک کسی میرن میگن، کسی که فکر کنن بتونه کمکش کنه اینا. حالا مثلا من میدونم خب تو خیلی از نوجوانا میان باهات صحبت میکنن و تجربهشو دارن، میتونی الان اینو توی قالب مقایسه مدلی که توی انگلیس، حالا کشوری که بالاخره همش داره سعی میکنه همه چیشو به روز کنه، جهان اولی به اصطلاح میگن، میتونی با فضایی که مثلا تو ایران هستش. ببین خب اول بهت بگم که این که حالا چون فقط به رغم این که اینجا جهان اول این نیستش که همه چیزم اینجا درست باشه، خیلی چیزا اینجا هم هنوز به قول خود داره میره به اون سویی که بهتر بشه. ولی خب یه فکر میکنم یه فرق خیلی خیلی زیادی هستش بین اینجا و نوعی که برخورد میشه با نوجوان ها توی ایران. من میخوام برگردم به اون چیزی که اول گفتم، اون قسمت مغز که گفتم که اون قسمت جلوی هنوز داره رشد میکنه. خب ما چی کار میتونیم بکنیم به عنوان یک والد یا یک معلم یا هر کسی که با اون نوجوان در تماسه که این به صورت سالم رشد بکنه؟ ببین ما نقش اینو داریم که بزنیم اینو داغون بکنیم و این قسمت عقبی بیاد تمام کل ذهن اینو بگیره. و این چی میشه؟ این میشه همون بچه‌ای که من تو زندان بهش درس میدادم و شاید بگم 60% 70% شاید بیشترشون، مطمئنم بیشترشون میمونن تو همون سیستم. چرا؟ به دلیل اینکه نتونستن این قسمت جلوی رو رشدش بدن و تمام ریاکشناشون در زندگی و تمام تصمیماتشون بر اساس همون عصبانیت و احساسات تو تصمیم گیری در لحظه. چی کار میتونیم بکنیم که این قسمت سالم رشد بکنه؟ خب کارهای مختلفی هست. این که یک کاری بکنیم که نوجوان ما اکتیو باشه، صحبت های مثبت باهاش بکنیم، ورزش کردن، ارتباطات سالم با یک چیزی درگیرش کنیم، یک کاری بهش بدیم، با یک چیزی درگیرش کنیم، ولی چیزهای مثبت، سرگرمی. ببین بذار من یه مثال به تو بزنم. بهترین وقتی که تو توی مدرسه یک موضوعی رو میفهمیدی چه وقتی بود که یک معلم بهت چطوری درس بده؟ مثلا فکر کن یه چیز رو بیا من از روی کتاب به تو درس بدم، یا مثلا چهار تا مثالم بهش بگم، یا آره. نه یه داستانم بزنم تنگش. آره. و اون داستان است که خیلی مهمه. تو اگه فکر کنی، حالا مطمئن اگه بشینی بهش فکر کنی میبینی که درسایی که خوب تو ذهنت جا افتاده اونایی که معلمه یه جوری داستانوار اینا رو برات توضیح کرده. آره. ببین تو ارتباطات ما هم همین جوریه. من هر جایی که گیر میکنم در ارتباطم با شاگردام میگم خدایا
من چی میتونم از کدوم داستان زندگی خودم میتونم مثال بزنم، که این بهش میگن ریلیت کردن. ریلیت کردن یعنی اینکه اون آدم بتونه خودش رو جای تو ببینه، یا تو رو جای خودش ببینه، آره، و ببینه. مثلا تو فکر کن یک بچه‌ای که مثلا تمام زندگیش دزدی کرده، حالا من بیام با یه لحن خیلی پاش و شیک باهاش صحبت بکنم، بگم من 3 تا لیسانس دارم و فوق لیسانس دارم و نمیدونم خیلی میدل کلاس هم و اینا، خب این میگه خب من اصلا با تو حرفی ندارم بزنم، اصلا چی میخوای با من حرف بزنی. خب حالا این همون حکایت بچه شماست، بچه‌ای که مثلا صبح تا شب رپ گوش میکنه و نمیدونم اصلا مدل غذا خوردنش یه چیز دیگه، اصلا مدل لباس پوشیدنش یه چیز دیگه، اصلا اپایی که توی تلفنشن مثلا یه چیز دیگه. اصلا تو اگه ندونی مثلا اپ مثلا تیک تاک چیه فور اگزمپل، یا اگه تو ندونی که مثلا رپ اصلا چیه، اگه یک بار هم نشستی به این گوش بکنی، خب تموم شد رفتن. تو چطوری میخوای با این اصلا یک مکالمه ای رو شروع بکنی، میدونی؟ آره. و این فرق بین اینجا و اونجا، اینکه احترام میذارن بهش به عنوان یک شخص مستقل و براش تصمیم نمیگیرن، ازش میپرسن آره. تو چی کار میخوای بکنی؟ میدونی بابا الان من ایران میبینم، مثلا حالا نمیدونم، نمیخوام این مقایسه ای نیست، این مشاهده من با از افراد اینجا زندگی بکنه که مثلا بچه 4 سالشون هم حتی وقتی میگه که من میخوام اینو بپوشم، مثلا میخوان دارن یه مهمونیه مثلا خفن، بچه میخواد پیجامش رو بپوشه، میذارن میپوشه، میگن چی میخوای بپوشی؟ میگه من پیجامم رو میخوام بپوشم، با پیجامه میبرنش عروسی مثلا، یعنی در این احترام. حالا دیگه چه جوان، آره، یا اینکه همون قضیه که گفتم که چطوری کمک کنیم که رشد کنه اون قسمت، از طریق حرف زدن، میدونی؟ که مثلا حالا تو بیا حالا لباس پوشیدن رو عوضش کن به عصبانی شدن. آره. خب بله، درست نیستش که بذاری که مثلا نوجوانت نمیدونم، حالا من مثال خونه خودم میزنم، با کفش بیاد تو خونه و نمیدونم پاشم بذاره رو میز و نمیدونم غذاشم بذاره بغل دستش، نه این درست نیست. خب ولی نوع حرف زدنه که مهمه، میدونی؟ آره. این که ببین توی معلم بودن میگن که معلم خوبی میخوای بشی باید فرم باشی و فیر باشی. فرم یعنی که خیلی سختگیر باشی، فیر یعنی که خیلی عادلانه باشی. آره، عادل باشی. ببین پس همینه، این رفتار همینه ما با نوجوانمون داریم، که بهش بگی ببین قانون خونه اینه، تو حق نداری تو این خونه با کفش بیای، حالا مثلا من این مثال میزنم، تو حق نداری، به خاطر اینکه خونه منه، به خاطر اینکه من دارم پولشو میدم، تو هم تا وقتی که تو این خونه هستی تحت سرپرستی من هستی، باید یه همچین کار بکنی. بزرگتر شدی، حالا اینجا 18 سالشو میشه، کار گرفتی، دوست نداری قانون اینجا رعایت کنی، میری. خب ولی نوع حرف زدنه اینه که بعد بیای باش صحبت بکنی، میدونی؟ که ببینی مثلا چه من که مثلا بهش آره مثلا فکر کنم، حالا من که نمیدونم، خب ببین درست میگم یا نه، مثلا با اولا با خشم و خشونت نگی اینو، دوما که توضیح بدی این خواسته تو از کجا برمیاد، که تو هم گفتی که ببین خونه منه، من بزرگسالم، دارم پولشو میدم، اینا باید میخوام ازش یعنی خونه رو نگه دارم سالم، و این کار تو داره به خونه آسیب میزنه، و تا وقتی که مستقل نشدی باید مثلا تحت این قوانینی که همه ما داریم رعایت میکنیم رعایت کنی. آره. یا مثلا ببین مثال دیگهش، مثلا توی کلاس تو فکر کن یکی برگرد به من فوش بده، که میدن مثلا آره. فکر اینجا مثلا خیلی مثلا خیلی شده برگشته، مثلا حالا خیلی کمتر فوش توی کالج، توی زندان خیلی زیاد بود، ولی اینجا مثلا یادم یه بار برگشت که از شاگردان با مادری صحبت کردم، بهش گفته بودم که مثلا درسش خوب نیست و خیلی مس اراوند میکنه توی کلاس و اینا، بعد اومدم توی کلاس یهو برگشت شده همینجوری که Why you been talking shit to my mom for؟ و من گفتش که برای چی راجب من پشت سر من به مامان من دریوری برگشتی گفتی؟ بعد پاشم گذاشته بود رو میز و بهش گفتم که پاتو بذار پایین،
بعدم این که کیفتو بردار، گفتم از کلاس برو بیرون. بعد رفتم بیرون بهش گفتم که ببین یه کلمه‌ای هست تو انگلیسی نمیشه فارسی ترجمه کرد، مثلا یکیش اینه I don't appreciate the way you speak to me or I don't appreciate your behavior، یعنی این که این جوری که تو داری با من رفتار میکنی، این جوری که تو داری با من حرف میزنی رو من اپریشیت نمیکنم، یعنی باهاش یه جوری مثلا باهاش حال نمیکنم، قدردانی نمیکنم. آره باهاش حال نمیکنم خیلی درسته، ولی آره. اینقدر عامیانه نیست، خیلی معنی سنگینی داره. آره خیلی قدردانی نمیکنم ازش. آره یعنی این که ببین با من تهشی میشه که من به تو اجازه نمیدم که با من اینطوری صحبت بکنی، همین تهش اینه که این رفتار تو برای من بی احترامیه. آره آره در این تهش همینه، همین. نه من سرش داد زدم، خب ببین خیلی معلم هم هستن قاطی میکنن داد آره. میزنن فلان، ولی دیگه اون لحظه ای که تو این کار بکنی دیگه خودتو یعنی دیگه با دست خودت زدی نابود آره. کردی، به خاطر اینکه اون احترام دیگه از بین میره. و اینه فرق بین من پروفشنال و من مادر و من پدر و من بزرگسال با یه بچه‌ای که هنوز ذهنش اونجوری شکل نگرفته، اینه که من میتونم عصبانیت خودم رو کنترل کنم، من میدونم که اون بچه، حالا نوجوان، حالا من میگم بچه چون اینجا ما بایشون میگیم کیدز، من میدونم که اون نوجوان هنوز یاد نگرفته که در اون لحظه چی بگه. خب یاد نگرفته، ولی من اون وقت کار من چیه؟ کار من اینه که بیام بهش بگم که ببین کاری که تو میکنی درست نیست، اینجا تو نباید یک همچین ریاکشنی نشون بدی. و این چطوری یاد میگیره؟ در اثر تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار. همین شد که همون دختر میاد سال دوم کالج و اصلا تغییر، یعنی اصلا از این به اون رو و آره نمیدونم دور I appreciate everything that you do for me، اصلا من خیلی قدردان همه زحمات تو هم، نمیدونم اگه تو من این کار نمیکردی من به اینجا نمیرسیدم. یک سال فرقشه ها، فقط یک سال فرقشه، ولی من این فرق فاحش رو میبینم از سال اول کالج به سال دوم. و چیز دیگه که شیرین خیلی مهمه که اونم من میتونم یا یک معلم میتونه ببینه که مادر پدر نمیتونن ببینن، اینه که ببین خانم مثلا شهلا با خانم مریم خیلی فرق دارن با هم دیگه، جفتشون هم 16 سالن، جفتشون هم علاقشون که، ولی جوری که من با شهلا حرف میزنم با جوری که با سهیلا حرف میزنم خیلی خیلی فرق داره، به دلیل اینکه اصلا دوتا بکراند مختلف دارن، دوتا شخصیت جداگانه هستن. آره. شاید اون کاری که من برای اون کردم برای یکی دیگه جواب نده، مثلا شاید برای یکی دیگه اینجوری باشه که بار اول تحمل کنم، بار دوم تحمل کنم. میدونی چی میگم؟ بستگی داره. مثلا من یه مثال دیگر رو برات بزنم. یه دختری بودش که اصلا من یه کلاسی داشتم، ببین معلم اینجوریه که هر سالی که شروع میکنی اولین کلاست بدترین کلاسته، چون آره. طول میکشه که احترام خودتو بینشون به دست بیاری. آره. مخصوصا نوجوان ها. آقا من سال اول که تو این کار شروع کردم یه کلاسی بود اصلا همشون از من متنفر بودن. منم پر رو هی هر روز میرفتم میخندیدم و اصلا برو خودم نیوردم. یکیشون بود من با این حرف میزدم روشو بر نمیگردوند، ولی خب من مثلا به حرف زدنم ادامه میدادم دیگه. مثلا همون جوری که بقیه حرف میزدم. بعد دیگه این یک بار یه کاری کرد، نمیدونم کارشو انجام نده بود اونطوری که من ازش میخواستم و اینا، خلاصه قاطی کرد، یکو کیفشو برداشت از کلاس رفت بیرون بدون مثلا چیز دیگه، مثلا که بی احترام من کنه. آره. ببینید این دختر جلسه بعد که برگشت من میتونستم جلو در کلاس نگهشتمش بگم تو کلاس من نمیای تا معذرت خواهی بکنی، ولی نه من راش دادم اومد تو کلاس و یه جوری باش برخورد کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، به دلیل اینکه من میدونستم اون دختر اگه من بخوام اینجوری پوشش کنم و هی بخوام انگولکش بکنم یه جوری میشه که اصلا ممکنه دیگه هیچ وقت تو کلاس من نیاد. میدونی چی میگم؟ اینه فرق بین آدم ها و اینه که ما باید بفهمیم که بعد اینو باید مادر پدرها بفهمن که آقا جون به دلیل این که دختر شما اینجوری بود دلیل نمیشه که پسر شما هم اینجوری باشه. پس هی اینو نزن تو سر اون یکی، هی نگو خواهرت اینجوری، برادرت اینجوری، اصلا دوتا آدم متفاوتن از
بعد به تولد دوتا آدم مختلفن، بنابراین تو اصلا هیچ انتظاری نمیتونی داشته باشی چون مثلا برادر شجریان گوش میکنه خواهرم شجریان گوش کنه. نه، خواهرش دوست داره مثلا 50 سنت رو نمیدونم، امینم رو نمیدونم، اصلا کیه این آقایی که الان خیلی کانتروورشال این روزا، آها تتلو، تتلو دختر دوست داره تتلو گوش کنه. نمیشه که چون مثلا برادر شجریان گوش کرده شما هم تمام زندگی شجریان گوش کردی اینم بخواد اونو گوش بکنه. ولی تو میتونی چیکار کنی؟ یه بار بشینی باشون تتلو رو گوش کنی، خلی مثلا چی میگه، بشین آنالایز کن آقا، اصلا بشین شعر تتلو رو باش آنالایز کن چی میگه، به نظر مثلا چی، مثلا چه چیزی تو مثلا تو این پیدا کردی که انقدر جذابه و انقدر جالبه. و پدر مادر باید همینو داشته باشن. بعد براجبش فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که خیلی باید روش کار بشه کنترل خشمه. برای اینکه من اینو خودم توی تجربه خودم با افرادی که روی مثلا اینستاگرام باشون در ارتباط هستم تجربه میکنم قشنگ که واقعا انقدر در طول زندگی هر موقع خواستن چیزی غیر از اون چیزی که اطرافیانشون میخوان باشن انقدر با خوشونت باهاشون برخورد شده، راه دیگه جز پرتاب خشمشون به من نمیبینن. خب و برات میتونم صدها مثال پیدا کنم توی دایرکتم مثلا یا مسیج یا کامنت هایی که میگیرم که به شدت، یعنی بیشترین شدتی که میشه طرف با من برخورد کرده، بیشترین شدت خشمی که میشه با من برخورد کرده و من فقط با یک کلمه دیدم جواب دادم و بعد سریع فلیپ میشه طرف برای اینکه میبینه که آه من بهش فضا دادم که خشمشو خالی کنه. اینقدر کم اتفاق میفته. این خیلی مهمه شیرین، به خاطر اینکه ببین ما هیچ وقت نمیدونیم اون آدمی که الان به تو مسیج داده دو دقیقه قبلش چه اتفاقی افتاده، اومده استوری تو رو دیده، یه کوی توی ذهنش با یه چیزی اسوشییتش کرده و یه کوی اون تریگرش کرده، یه جوری ماشه رو کشیده، اونو فعال کرده. آره تو اون قسمت ذهنش. مثلا به من یه اتفاقا یه مثال اخیرن داشتم، یه پسریه که 20 خورده ایشم از جزو شاگردای سنبالا، یعنی سن بالاتره و این اومد با من حرف میزد و یه مدت خیلی زیادی از کالج رو شده بود، اومد با من حرف زد و گفتم خب مشکل چیه آقای، مثلا فکر کن پسر 25 سال شروع کرد گریه کردن که چیه مشکل که فلان معلمی که مرده من از نحوه حرف زدنش با من خوشم نمیاد. خب چرا؟ به دلیل اینکه مادر من کل زندگیش ابیوز شده از طرف پارتنرهایی که باهاشون بوده، حالا چه پدرم بوده چه مردهای دیگه، و من دیدم که این مردها مادر منو زدن و من فکر میکنم که مثلا این معلم نوع حرف زدنش یا مثلا منریزمش آره. شبیه یکی اینا بوده و این تمام طول زندگیش مردها رو، خودش یه مردیه، مرد تمام طول زندگیش مردها رو با این سوشیت کرده که یک آدم های گردن کلفتی هن که میزنن و بددهنن و اگه بهش میگن کاری بکن از بالا نگاش میکنن. میدونی بنابراین حالا اگر توی یک کالج هم یک معلمه بهش میگه آقا جون من از تو میخوام که این کار مثلا دو روزی که تحویل بدی، این فکر کنه یک دستوره، نمیتونه تفاوتش آره. کنه. تفاوتش رو نمیتونه آره. بفهمه که خب این توی کالج آقا جون تو فقط نیستی، هر کسی ددلاینت مثلا یه هفته دیگه است، بعد بیای بدی و نیاری بدی مثلا عواقبی خب در انتظارت دیگه. ولی مثلا این همیشه فکر میکنی که مثلا یکی بهش بگی یه کاری رو بکن آره. به دلیل اینکه داره بهش دستور میده آره. و برای همینه که خب ما باید خیلی مراقب رفتار ما و حرفامون باشیم با نوجوانا، به دلیل اینکه این تمام و for the rest of the life هر آره. چیزی که تو زندگیشون اتفاق میفته اینا هی برمیگردن عقب آره. هی برمیگردن عقب با اون اتفاقایی که مثلا توی خونه افتاده و اون رفتارها. همین توضیحی که تو میدی که
بیشتر با پشت مغزشون دارن واکنش نشون میدن و اون پشت مغز احساسه. شما اگر بتونید با مثلا همینه که وقتی صحبت میکنی با یکی و جر و بحثی داری منطقیه، اگر به منطقه طرف گوش بدی اگر حتی مخالف ترین نظر رو هم بده تو میتونی پذیراش بشی، ولی اگر بیاد به احساسات تو خنجر بزنه خیلی سخته که تو بتونی احساسات رو جریحه دار کردن، خیلی سخته. و اگر بزرگسال نباشی و تو دوران کودکی و نوجوانی این احساسات جریحه دار شده باشه، برای کل زندگی دیگه اون زخمه هست، داغون میشه. و یه چیزی هست توی انگلیسی میگن که people forget what you said and people forget what you did but people will never forget how you made them feel. یعنی آدم ها یادشون میره تو چی کار کردی، آدم ها یادشون میره تو چی گفتی، ولی آدم ها هیچ وقت یادشون نمیره که تو باعث شدی که احساسی بکنن. و اون حس این که احترام از این میاد، تو فکر کن وقتی به یک نوجوان احترام نذاری، این برای کل زندگیش یک آدم سرخورده میشه که میگه بابا من تو خونه خودم هم به من احترام نذاشتن، مثلا تو جامعه قرار به من احترام بذارن. خب و این الان میرسیم به این سوال که چون من متاسفانه این حقیقت تلخ رو بهش فکر میکنم، این حقیقتی هستش که وجود داره که اکثر نوجوانا احتمالاً آسیب دیدن و اگر بزرگ سال هستن احتمالاً آسیب دیدن، احتمال 99%. نوجوانی که الان تو ایرانه، حالا بیا مثلا اکستریمش رو در نظر نگیریم، کسی که مخاطب ماست دیگه، حالا خب با خودش میگه مامان من که اصلا حالیش نیست من الان بخوام برم بهش این چیزها رو بگم، بابام هم که یه آدم دوگمیه که مثلا اصلا چه حرفا چه چیزا، من پس دیگه برای کل زندگیم به فنا رفت زندگیم و اینا. شما چه حرفی داری به این آدم بزنی؟ ببین، خب این مشکل اینجا پیش میاد که دوباره فرق بین اینجا و اونجا اینه که حداقل امیدوارم که اون آدم معلم خوبی داشته باشه. میدونی ببین مثلا من اینجا خیلی شاگردهای دارم، بهت میگم مثلا خب اینجا بهشت برین نیست دیگه. اتفاقا با الکس صحبت میکردم قبل از اینکه با طرف بزنم، گفتم تو توی نوجوانیت اگه میخواستی یه حرف رو به پدر مادرت بزنی احساس میکردی که بهشون نزدیکی که بگی؟ گفت نه من هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتم. بهش گفتن نه امکان نداره، حتما تو مشکلی داشتی و شاید مثلا این حس رو نداشتی که بهشون بگی. و مطمئنم که همینطوریه. حالا مثلا خب مثلا این توی انگلیسه، ولی خب مطمئنا اون حالت وجود نداشته که این بخواد بیاد هر چیزی رو بگه. و من شاگردهایی دارم که میان به من از خانواده‌هاشون شکایت میکنن، مادرم من نمیفهمه، من دیپرشن دارم، من انگزایتی دارم. و ببین تنها چیزی که میخوان اینی که یه نفر بهشون گوش کنه. ببین و تنها چیزی که من، تنها کاری که من میکنم در وهله اول اینه که گوش میکنم، هیچی نمیگم. یعنی اگه میخواد نیم ساعتم حرف بزنه من هیچی نمیگم. و دوم اینه که قضاوت نکردن، یعنی حتی اگه بیاد به من بگه من دیشب با یکی خوابیدم یا بگه من دیشب هروئین مصرف کردم، من هیچ وقت اجازه این رو ندارم، حتی به عنوان والدینش، که برگردم قضاوتش بکنم. من کاری که میتونم بکنم اینه که کمکش کنم حالا الان چی کار بکنه. اگر در توان من، اگر در توان من نیست، من خب معرفیش میکنم که خب در یک همچین چیزهایی همیشه ما معرفیش میکنیم به مثلا سایکولوژیست یا کانسلر، کسایی که مثلا باشون مشاوره اینا صحبت بکنن. و چیزی که خیلی مهمه اینه که همیشه وقتی نوجوانی میاد با آدم حرف میزنه، برگردی بهش بگی که ممنونم که به من اعتماد کردی و اومدی این حرفتو زدی به من. ببین اصلا اصولا با هر کسی تو حرف میزنی، شیرین، تو حالا که من یه داستان زندگی تو برگردی بهت میگم که I appreciate that you're sharing that with me. من کلمه appreciate خیلی دوست دارم، منم خیلی دوست دارم.
به دلیل اینکه بابا خب تو منو آدم حساب کردی، تو به من اعتماد کردی، اومدی یه مثلا مسئله به مهمی رو به من گفتی دیگه. تو میدونی مثلا چی حسی به یه نوجوان میدی با همین یه دونه کلمه گفتن که بهش بگی که ممنون که دیگه داستان داری بهش ارزش میدی. آره. و اونم برمیگرده میگه که ممنونم که گوش کردی. آره. و بعد وقتی میشه یک رابطه ای که دائم اتفاق میفته، میدونی خب میدونه دفعه دیگه، حالا مثلا این دفعه ببین مثلا من امروز داشتم اتفاقا به یه چیزی گوش میکردم راجع به این بودش که چقدر دامستیک ابیوز، خشونت خانگی توی تینیجرها بیشتر از جوان هاست، یعنی از بین 16 مثلا 16 سال تا 18 سال بیشتر از کسایی که 20 22 سالشونن. و این چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه فکر کنید دختر جوون و حتی پسر جوون، بین دخترها 16 درصده و بین پسرها 7 درصد. یه دختر جوون که مثلا با مادرش نمیتونه صحبت کنه، با پدرش هم نمیتونه صحبت کنه، با یه پسری دوست شده، فکر کنم مثلا اون پسر برگرده مثلا بزنه تو گوشه، یا یعنی بهش بگه این چیه میپوشی، یا یعنی نمیدونم قیافت رو نگاه کن، چاقی، فلانی، بیساری. و این اینو هی جایی رو نداره بره راجع به این صحبت بکنه، میدونی؟ و برای من هی she takes 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 و به یه جایی میرسه که ببینید طرف خودشو کشت، یا نمیدونم اصلا یه کارای عجیب غریبی کرد، یا مثلا رفت معتاد شد، یا نمیدونم. و این خیلی مهمه برای من. به نظر من ما نیاز به یک پلتفرمی داریم که با بزرگترها صحبت بکنیم، پدرها، مادرها. و به نظر من یه چیز دیگه هم که من دوباره خیلی دیدم، یک پادکستیه که برای تینیجر هاست، توسط تینیجر ها بیان خودشون با هم دیگه صحبت بکنن. آره، میدونی؟ آره، آره. یکی از پادکست خوبی که من میشناسم مال دانیاله به اسم دودو کست، DOODOO کست. و خودش نوجوونه، از نوجوانی تازگی خارج شده، ولی با همسن و سالای خودش صحبت میکنه، اوایل دهه 20 سالشه فکر کنم. خیلی به موضوعی که مال دوره آخر نوجوانی هستش خیلی مثلا صحبت میکنه، با همسن و سالای خودش صحبت میکنه. حتی من لذت میبرم از گوش دادنش، چون احساس میکنم که تو جمعشونم، مثلا یکم احساس میکنم خب هنوز من آپدیتم مثلا. خب ببین خیلی خوب، مثلا همونو تو بیای معرفیش بکنی. آره. بعد اون بیاد بچه های مثلا کوچیکتر رو بیاره تو برنامه 16 17 18، و با اینا صحبت کن. آقا اصلا ببین اینا فقط میخوان یکی بهشون گوش بکنه در وهله اول، در وهله اول. بعد اصلا همین که خالی میشه، دیدید دور تو انگلیسی ما میگین که I just want to get it out of my chest، یعنی فقط میخوای آقا این حرفو فشارشو از روی سینت برداری، سنگینی کرد. آره، فقط میخوای این حرفو بزنی بره، میدونی. و اینها اگر اون پدر مادر رو ندارن که بشینه با اینا صحبت بکنه بدون قضاوت کردن، اعتماد بکنه. تو چند تا پدر مادر میشناسی آقا بچهش بیاد بهش بگه آقا من دیروز سیگار کشیدم یا دیروز فلان کار کردم؟ خب میترسه، یعنی اصلا از ترس این که چی قراره این بدبخت سرش بیاد اصلا خب تموم شد رفت دیگه. از ترس این که این بیاد به تو بگه آقا دوست پسر من منو بوسید، دست منو گرفت، اصلا کمتر از اینها، از ترس این که نمیدونم، میدونی از ترسش اینا خودشون سکته رو میزنن میره. ببین خب بعضی ها فکر میکنم بایدم به ترسه. آره. بعضی ها میگن خب بایدم چرا؟ به ترسه، برای اینکه میتونم کنترلش کنم. من همیشه با الکس مثلا حرف میزنیم، میگه مثلا البته خب مثلا یه پسر خواهر الکس 17 سالشه و مثلا همیشه مثلا توی خونه مثلا اگه آب جو میخورن یا یعنی باید درینکی میخورن، مثلاش میگن میخوای امتحان بکنی؟ و میگه خب مثلا بهتره مثلا جلو من بخوره تا بره مثلا تو با دوستاش توی پارک بشینه بخوره، میدونی چی میگم؟ آره آره.
نه متاسفانه خیلی از ما به خاطر فرهنگمونم خیلی موانع سنگین و بزرگی هم تو سر راهمون داریم، ولی خیلی داره بهتر میشه و این مادر پدرای جوونم حالا بیشتر دارن واقف میشن به این موضوع. و اینکه یه چیز دیگه که میخواستم بهت بگم، یه چیز رو بگم شیرین، حالا نرن پس فردا بگن دوره اومد نشست اینجا ترویج کشیدن گل و مشروب خوردن و نمیدونم. نه ولی چه بخوای چه نخوای، نوجوانه تو میخواد بره خلاف و آره. اتهام کنه دیگه. آره ببین، من اصلا نمیگم، خب آقا جون من خودم اگه بچه اون سال داشته باشم خب خیلی میترسم از این که این آره. کار رو بکنه، ولی موضوع اینه که تو بتونی این مکالمه رو با این بچه باز بکنی که تو بتونی بهش بگی آقا جون اگر تو رفتی حشیش کشیدی اون وقت بعدش هم اینه ها، دوست آره. داری برو بکش، ولی خب آخرش هم اینه. یا آره. مثلا اگه میخوای تو خیره بخوری. آره ما با دکتر لالم که سر همین صحبت کردیم، سر همین باونتری گذاشتن اینا هم حرف زدیم که همون که تو میگی فرم باشی ولی عادل باشی هم هستش که چه بخوای چه نخوای، نوجوان میخواد کشف کنه، میخواد بره چیزایی که میگن نه رو ببینه چرا میگن نه، درسته؟ برای ما ترویج نمی کنیم، ما داریم صرفاً یک حقیقتی رو مرور می کنیم، چه خوشت بیاد چه نیاد. پدر محترم، مادر محترم، چه خوشت بیاد چه نیاد، فرزند شما می خواد راجع به روابط جنسی اطلاعات به دست بیاره. خب بهتر نیست باهاش صحبت کنی یه جوری، حالا باهاش صحبت هم نمیتونی بکنی، یک سناریویی درست کنی که خودش تحت کنترل و توی فضای امن اون اطلاعاتو به دست بیاره. از و نیاز شیرین، یک نیازیه آره. که تو مثلا بگی که آب نخور. آره. بابا نیاز جنسی یک نیاز شیری. من موقعی که توی بیمارستان روحی روانی کار میکردم، دختر 14 ساله پاکستانی بود که خب اینجا به دنیا اومده بود، مادرش هم اینجا به دنیا اومده بود و اینا، پدرش رو خیلی سن کم بود از دست داده بود و این اسکیزوفرنیا گرفته بودش، بچه 13 14 ساله و خیلی از لحاظ روانی خیلی تخریب شده بود. این روزهایی بودش که توی اتاقش خود ارضایی میکرد. خب بعد مثلا بعد اینو مثلا به خانوادهش ریپورت میکردن دیگه، و وقتی به مادرش گفتیم، مادرش رو مثلا این عشق این ابر بهار عشق میریخ که چرا مثلا بچه من مثلا، خب درسته بچه تو از لحاظ روانی خب مشکل داره و نمیدونه مثلا خب نباید با در اتاق باز بشینه خود ارضایی بکنه، ولی این از این گریه نمیکنه، از این گریه میکنه که این چرا اصلا خود ارضایی میکنه. خب این به دلیل این که خب نیازه، این یک نیازیه توی بدن، مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، و این یک نیازی اصلا جدا از اون قضیه احساسات شیرین، که حالا من زیادم حالا وارد نشیم بحث دیگه یه، ولی جدا از این که تو نیاز به دوست داشتن داری و نیاز به این داری که با یکی باشی تو زندگی، نیاز جنسی اصلا واقعا ربطی به این چیزا نداره. یک نیاز فیزیکیه. آره. فیزیولوژیه توی بدن تو که اصلا هست دیگه. آره شما اگه مثلا تو حتی ببین به خاطر این مسئله خودارضایی هم حالا ما شاید باید توی قسمت دیگه اصلا راجع به این موضوع اینطوری صحبت کنیم، ولی کوتاه و مختصر بخوایم بگیم اینه که باز دوباره خودارضایی یک عمل خیلی شنیعی در فرهنگ ما برداشت میشه که حتی از این مدل ها که مثلا سوسک میشی و اینا، یا مثلا یک پیامدهای ساختگی و افسانه‌ای رو واسش درست کردن که هنوزم یعنی تا طرف پیرم میشه این باور رو هنوز داره و اینا، که خب حالا با وجود اطلاعات، منابع، اینترنت، آزادی بیان اینا، مثلا حتی من شیرینم الان قبلا اگر یه اشتباه فکر میکردم فهمیدم نه اینطوری نیست و تونستم ترمیم کنم اون اشتباه رو. خودارضایی پاسخ یا واکنش طبیعی مغز شما به یک نیازه. شما وقتی تشنت باشه به آب ندن میری از آب برکم شده آب میخوری. دقیقاً ببین مثل چیز میمونه دیگه، مثلا دایت غذاییت. آره. که مثلا هرچی هی خودتو محروم بکنی. آره. از همین چیز بعد یکو همه چیزو میخوای. آره. و همین میشه که اون وقت توی یک جای مثل ایران من یک داستانهایی میشنم که اصلا مخم سوت میکشه، مثلا این مهمونیایی که میرن توش همه با همن و نمیدونم
اصلا این چیزایی که مثلا اینجا ندیدم، نه شاگردام یه همچین کارایی میکنن، نه مثلا اصلا چیز طبیعیه این چیزا، به دلیل اینکه این آخه یه چیز رو اینجا تو شیشه نگه داری آره. میتره که دیگه. آره ولی اینو میذاریم برای قسمت دیگه، مطمئنم که خیلی علاقه مند هستن همه گوش بدن. آره اینو، آره اینو فقط بگم که گفتی که کسایی که پدر مادرشون گوش نمیکنن، پس یکی گفتیم که یه پلتفرمی باشه براشون که همشون بیان با هم دیگه صحبت بکنن، حداقل صحبت بکنن که بدون آقا جون من تنها نیستم و این مثلا یه چیز غیر عادی نیست، مگه یه همچین احساسی دارم و من تنها نیستم. یک پلتفرم سالم و اینکه بخونن خودشون حال راجال، تو اگه مثلا مادرت سواد نداره یا پدرت نداره یا نمیدونن راجب این موضوعی، دیگه الان با عصر اینترنت انقدر میتونی راجب این چیزها بخونی. نرید مثلا اون پیجایی که مثلا اون خانومه اومده بود پسر 14 سال اومده بود میگفت نمیدونم من با تو خود ارضایی میکنم، میدونی اینا خیلی منو ناراحت میکنه. برای یادگیری مسائل جنسی شما وبسایت های پورنوگرافیک جواب شما نیستن و دشمن جواب درست شما هستن. دقیقاً. حالا نه تنها مسائل جنسی، هر چیزی در مورد اصلا مهارت‌های زندگی می‌خوای بدونی، می‌دونی؟ آره. برو پیج اون کسی رو، خب اینا ببین، اینا چیزایی که توش گپ دیگه، مثلا میای می‌بینی مثلا 1000 تا پیج آرایشی و کوکینگ و فلان و اینا هست. آره. مثلا 4 تا پیج برای نوجوان‌ها نیستش. که مثلا برو یه چیزایی رو بخون که مثلا می‌بینی طرف یه چیزی یاد گرفته تو زندگیش، یه چیزی داره که به تو ارائه بده، ولی خب این باید با زبون خود همون نوجوان‌ها باشه. خب من بیام مثلا فکر کنم یه چیزی براشون بنویسم، شاید براشون اون مسخره هم شاید جذابیت رو نداشته باشه. آره باید یکی بشه مثلا تو همون سنای 20 سال مثلا 18 سال اینا، که حالا اون مقطع رو تازه گذرونده. آره. اومده ازش بیرون و مثلا میتونه باهاشون صحبت بکنه. حالا به منم اگه خواستین میتونین ایمیل بزنید، من یک ذره دارم اگه دیر به جنبین دیگه خیلی دور میشم از دوران نوجوانی. آره ولی تا دیر نشده به جنبین یک ایمیل بزنید، ما هم میتونیم دوست داریم بهتون کمک کنیم. آره ببین یه چیز دیگه هم این که اگر نوجوان ها، امیدوارم که نوجوان ها دارن به این گوش میکنن، این که یادتون باشه ببین اون پدر مادری که الان اینجاست خودش یه جورایی قربانیه، مخصوصا تو ایران میدونی. همه ما توی یه خانواده به دنیا نمیایم که روشن فکرن و نمیدونم هیچ مشکلی ندارن. من شاگرده دارم که تو سن 16 سالگی آقا باید از پدرش که مثلا فراموشی گرفته باید مراقبت کنه، نمیدونم مادری که الکلیه، نمیدونم ببین اصلا میگم هزار تا چیز دیگه داره، به خاطر اینکه تو الان مثلا با خودت فکر میکنی مثلا من شیره با خودم فکر میکنم که من اگر مثلا اینو داشتم این مشکل رو نداشتم اون مشکل نداشتم، بعد میری مثلا بعد میگی مثلا حالا سلبریتی هایی که خیلی معروفن و هم ویل نونن دیگه با پول تو همه چی رو میتونی حل کنی دیگه تقریبا و اینا، بعد یهو میری میبینی دمی لواتو مثلا یکی از خواننده هایی که الان خیلی مثلا برو بورسه 3 بار سکته کرده تو دوران قرنطینه به خاطر اینکه مثلا افسردگی داشته مثلا بولی شده توسط، یا میری میبینی بعد مثلا سیا الکوهالیک و دراگ ادیکت بوده به شدت دوران نوجوانی سالهای سال تحت درمان بوده، اصلا یک دیسوردرایی داشته. توی مصاحبهش با لوئیس رو گوش دادم تو پادکست. اصلا من عاشق لوئیس رو هستم. منم همینطور. اصلا ببین انقدر این صحبت برای من مهم و تأثیر گذار بود و من این پادکست رو وقتی رفته بودم پیاده روی تو پارک نزدیک خونه گوش میدم، الان هر وقت میرم تو پارک در نقاط مشخصی صدای سیاه رو میشنوم که داشت راجع به این رو صحبت کرد که چقدر ببین یارو میلیونر، فکر میکنی دیگه همه دنیا آدم معروف رو میشناسه، دسترسی به همه چی داره، بازم مشکلات داشته. بله همه تو زندگیشون یک چیزی دارن که زیادی رو درونشون ایجاد میکنه. حالا به یکی میگفتش توی نمیدونم من ترجیح میدم تو بنز گریه کنم تا توی فولکس مثلا واقعی، ولی گریه است دیگه.
آره ولی ببین زندگی دیگه، یعنی it is what it is، یعنی بعضی وقتا خیلی سخته و همینه، ولی تو باید از اون چیزی که داری بهترین اون چیزی رو که داری بسازی و بهترین خودت رو بسازی. ولی من میگم که اینی که تو نری راجع به چیزایی که نمیدونی پیدا بکنی جوابت رو، اونه که بده. میدونی اینی که بگی خب من پدر مادرم آدمای احمق و بی سوادی بودن، منم اینجوری شدم و منم آخر سر شدم دزد و قاتل و میدونم آره انقدر با آدم های مجرم سر مجرم آره اکستریم آره اوکی extreme. عزیزم خیلی به نظر من خوب بود، ممنونم از اینکه وقت تو به من دادی و اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار هم من هم مطمئنم شنونده ها و بیننده ها گذاشتی. و مرسی از تو، قربونت، مرسی. اگر میخوای یه دقیقه کویکلی یه جنبندی بکنی که بعد دیگه بریم. جنبندی این که برای پدر مادرها بشینید با بچهاتون صحبت بکنید، یادتون باشه که خودتون یه موقعی نوجوان بودید. من خودم چی حرفی که دائم به شاگردان میزنم، من بدترین نوجوان بودم، اکچولی خیلی بد بودم، افتضاح بودم، یعنی از این حالت بودم که مامانم زنگ میزنه به بابام میگه بیا اینو ورش تا ببرش، من اصلا نمیتونم تحملش کنم، یه روز میخواستم خودم بکشم، یه روز نمیدونم. میدونی یادتون باشه که شما هم اونجا بودید و اینا دارن یاد میگیرن، و گوش کنید، قضاوت نکنید، خیلی مهمه. احترام بذارید، اگر احترام میخواید، شما دارید شخصیت یک آدمی رو شکل میدید که قراره به اجتماع تحویلش بدید، و بنابراین هر نوع رفتاری که شما بکنید، شما بهش امروز میگید چطور، پس فردا اونم برمیگرده خوش این اجازه رو میده که به شما یه حرف دیگه بزنه. بچه ها این که فکر نکنید که تنهایید، فکر نکنید که اون مشکلات مخصوص شماست. من میدونم مشکلاتی از قبیل شیرین، فکر کنم به این چیزا خیلی خوب باشه به پردازی، بولی شدن آه. مخصوصا بولی شدن در دنیای مجازی این روزها. حواستون باشه و بدونید که فقط شماها نیستید، توی خود انگلیس هم این اتفاق هست، توی انگلیس هم هستن پدر مادرهایی که گوش نمی کنن. فکر نکنید شاید اگر جای دیگه بودید خیلی بهتر می بود، خیلی راحت تر می بود مطمئنن، ولی ببینید در همون جایی که هستید چی کار می تونید بکنید و حرف بزنید و یک سورس معتبری رو پیدا بکنید. ببین شیرین، همه مثل تو نیستن توی دنیای مجازی که اینا فکر کنن که به هر کسی میتونن پیام بدن و سفره دلشون رو باز بکنن. این خیلی مهمه، تو بدونی حرف رو داری به کی میزنی. آره. یه وقت یه عکسی بفرستن، یک داستانی از زندگیشون بگن. آره اینو حواستون باشه که با کی حرف میزنی. هر کسی دوست شما نیست، ولی سعی کنید یکی رو پیدا کنید، حالا اگه پدر مادرتون نیست، خواهر، خاله، معلم، که به شما گوش بکنه. بنویسید. نوشتن یک راه خیلی خوبه که میتونید این انگر و این خشم و احساساتتون رو بریزید بیرون. مرسی. آره یه چیزی هم من اضافه کنم آخرش، این که برای راهکار پیدا کردن و حل مشکلاتتون، اگر میخواید با کسی صحبت کنید، سعی کنید آدم قابل اعتماد درستی رو پیدا کنید که همسن شما نباشه. کسی رو باید پیدا کنید که مجربتر از شما باشه، به دلیل اینکه همسن شما هم داره مثل تو همون خیابون داره حرکت میکنه. منی که رسیدم به مقصد و باید شما بپرسید آب و هوا چطوره. در آخر اینکه من اینم خیلی میشنوم که میگن مثلا الان نوجوانای این دوره، بچه های دهه 80 هستن، میگن مثلا ما دیگه بدترین شرایطی داریم. همه نوجوانا همیشه بدترین شرایطی دارن، مهم نیست ما تو دهه 70 دهه 60. این دوره چالش برانگیزیه. بدونید که از این مرحله گذر میکنید و زنده میمونید. 70 سال اولش سخته. مرسی دوره، مرسی از شما که به ما گوش دادید. اگرم رو یوتیوب دارید ما رو میبینید، مرسی از این که دارید رو یوتیوب ما رو میبینید، چون من خوشحالتر میشم اگه شما برید رو یوتیوب ما رو ببینید. اگر حرفی، حدیثی، انتقادی، پیشنهادی، هرچی دارید، ترشحات ذهنی @gmail.com رو فراموش نکنید. پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید، لینکش رو بذارید تو استوری، بقیه هم شیر کنید، تگ کنید، خوشحال کنید دل منو و انرژی بدین، چون این پادکست داره دلی انجام میشه. مرسی و تا قسمت بعدی. بای. مرسی داره.
مرسی شیرین، ممنونم، خداحافظ.